سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست با شما هست. این قسمت 54 از برنامه به نام جان هست و ما قراره توی این قسمت درباره ذات و تعلیم با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی قسمت‌های گذشته برنامه به نام جان و در ویژه برنامه‌های مختلف ما تا به حال شده که در باب ذات و تعلیم صحبت بکنیم، حالا چه در باب تعلیم به صورت مجزا و یا اشارتهایی رو نسبت به مبحث ذات داشته باشیم. و خب به واسطه ارزشی که این مسئله داره و در زندگی ما همواره به نوعی زندگیمون باهاش گره خورده، سعی شده که توی این قسمت مشخص هم در باب این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. و حالا سعی میکنیم توی این قسمت مشخص که پیرامون ذات و تعلیم هست، به نوعی این تقابلی که در میان تفکر همه انسان‌ها وجود داره در باورهای مختلف رو به نوعی بشکافیم و بیشتر و بیشتر نزدیک به این مسئله مهم بشیم. مسئله‌ای که اصولا میتونه آینده‌ای که ما تصویر میکنیم برای جهان رو تعبیر بکنه. یعنی قاعدتا ما با باور داشتن به هر کدوم از این دو مبحث، یعنی یا ایمان داشتن به اینکه ذات همه چیز انسان رو تشکیل داده و یا باورمند بودن به تعلیم، میتونیم نگاه به آینده داشته باشیم. یعنی شما تصور بکنید اگر تفکرات ما برگرفته شده از نگاه‌های جزمی ذات‌گرایانه باشه و اصولاً جهان رو اینگونه تعبیر بکنیم که حالا همه چیز انسان‌ها به واسطه ذات هست، در نهایت نگاهی خواهیم داشت که همه چیز رو در یک تقدیر و سرنوشتی خلاصه خواهیم کرد. انسان‌هایی هستن که به ذات رفتارهایی رو انجام میدن و به واسطه همین ذاتی که درون اونها وجود داره است که دنیا رو به پیش میبرن و اصولا کنش‌های انسان‌ها راه به جایی نخواهد داشت. و اگر حالا در برابر این باورمند به مفهوم تعلیم باشیم، میتونیم جهانی رو بسازیم که به واسطه تعلیم‌های درست تغییراتی رو در دل انسان‌ها به وجود آوردیم و انسان‌های دوباره‌ای رو پدید آوردیم. حالا سعی میشه تو این قسمت بیشتر و بیشتر در این باره صحبت بکنیم تا در نهایت به یک جمع‌بندی برسیم نسبت به این موضوع. خب قاعدتا انسان ها از همون ابتدای امر باورمند به این ذات بودن. ما بارها در ویژه برنامه های مختلف در باب این مسئله صحبت کردیم. ما با انسانی روبرو هستیم که پر از نادانی هاست، پر از ناتوانی هاست. یعنی اون انسانی که در اون نقطه ابتدایی خودش رو در این جهان دیده، پر از نادانی هایی که در باب مسائل ریز و درشت جهان چیزی نمیدونسته. پر از ناتوانی هایی که در برابر دیگر قدرتمندان در جهان بی قدرت و بی توان بوده و حالا به واسطه این ناتوانی ها و نادانی ها و در کنار اینها ترس هایی که داشته نسبت به جهان، قاعدتا خودش رو در اون نقطه‌ای می‌دیده که باید به قدرت ماورایی آویزان می‌کرده. همون مبحثی که در ویژه برنامه خدا درباره‌اش صحبت کردیم. و اصولا وقتی نزدیک به مفهوم خدا میشیم، قاعدتا باید این پیش درآمدها رو در ذهن داشته باشه که اصولا چرا انسان باید دست به دعا بشه و یک خدایی رو برای خودش ترسیم بکنه، یک خدایی رو تصویر بکنه که در برابر این نادانی ها و ناتوانی ها دست مدد رو به سوی او دراز بکنه، خدایی که در برابر ترس ها برای او یک نقطه امنی باشه، یک دامن امنیتی رو برای او پهن بکنه تا بتونه خودش رو در اون تصویر بکنه، در برابر این ترس ها، نادانی ها و ناتوانی ها یه مأمنی داشته باشه تا بتونه خودش رو در اون غرق بکنه و با خیال راحت تری به زندگی ادامه بده. فارغ از این نام خدا، حالا ما مواجه میشیم با همین تصویری که در دل این نادانی ها وجود داره و این نادانی که در نهایت انسان رو به این وادی میکشونه که حالا همه چیز رو به یک نگاه از پیش تعیین شده گره. حال در برابر این زشتی ها و پلیدی هایی که در جهان وجود داره یک پاسخ ساده و راحتی براش داشته باشه. چرا انسان هایی هستن که کارهای زشت و بد و ناهنجاری انجام میدن؟ خب پاسخ ساده برای این موضوع همون نگاه به ذات هست دیگه. حالا میاد و یه تصویری میکنه که بله، ذاتی وجود داره که انسان ها به واسطه این ذات بد و پلیدی که در خود دارن مرتکب این کارها میشن، این زشتی ها میشن، این جرایم میشن. این همون نگاهی است که میخواد
پاسخهای ساده و صریح برای تمام سوالات داشته باشه، یعنی همون نگاهی که به واسطه همین نادانی ها بلافاصله دست به دامان خدا شده، بلافاصله سعی کرده سوالهای بزرگ خودش رو که براش جوابی نداره رو با نگاه و توسل به اون قدرت ماورایی پاسخدار بکنه. حالا وقتی مواجه میشه با انسان، با این فراز و نشیب هایی که در وجود انسان وجود داره، رفتارهای متفاوت و متناقضی که از انسان میبینه، حالا برایش سرپوش گذاشتن براش میاد و یه تصویرگری میکنه. یه ذات پلیدی وجود داره، یک ذات خیری هست، یک ذات شری هست که در وجود انسان ها باعث میشه که این کارها رو بکنه. این همون نگاهی است که در نهایت این نگاه جزمندیش هست که ما رو به این سمت و سو میکشونه که بله، همه چیز یک تقدیری است، یک سرنوشتی است که از پیشترها نوشته شده. انسان ها دارن همین رویه رو ادامه میدن. ما با نگاه ذاتگرایانه ای روبرو میشیم که برای تمام موضوع های جهان، یعنی از نگاه به انسان شما در نظر بگیرید تا تمام موضوعات ریز و درشتی که در جهان اتفاق میفته با همین فرمول ساده جواب داره. یعنی مثال همون وجودیت خداست. حالا من هی مدام دارم این مثال وجودیت خدا رو بهش اشاره میکنم، چرا که این نگاه از همون نگاه سرچشمه میگیره. یعنی اصولا وقتی به دنبال پاسخ ساده میگرده، راه چاره دیگه ای رو در برابر خودش نداره به جز این که بخواد با همین پاسخهای ساده و سطحی موضوعات رو تمام شده بدونه. اگر فلان مردمی در فلان جای دنیا کارهای بد و زشتی میکنن، به واسطه ذاتشون هست، ذات پلیدیست که در اونها وجود داره. یعنی همون نگاه سیاه و سفیدی که در دل ادیان شکل گرفته نسبت به مثلا کافران و مؤمنان، نسبت به شیطان و خدا. همون ذات شیطان و خداست که حالا میاد و در دنیای انسانی هم جای پای خودش رو باز میکنه. حالا انسانهایی هستن که با روح پلید و شرور و شیطانی دارن زندگی میکنند و در برابرشون هم انسانهایی هستن با روح خدایی و الهی، و این ذات الهی اونها هست که کارهای خوبی رو به پیش میبره. اون پاسخ ساده و اون فرمول ساده هست برای اینکه به پاسخهای مشخصی برای خودشون برسن. اما فارغ از این، ما باید یک نگاه دیگه ای هم به دنیا داشته باشیم، چیزی که اتفاقا دنیای واقعی ما رو می سازه. یعنی فارغ از اون حقیقتی که حالا قرار هست انسان ها بهش باورمند باشند و در دل خودشون اون حقیقت رو تصویر بکنن، حقیقتی که می تونه فرسنگ ها با واقعیت تفاوت داشته باشه، حالا ما یه واقعیت عینی رو هم داریم در دنیا می بینیم. یعنی داریم باهاش روبرو می شیم که حالا مردمی که تعلیم بهتری میبینن، تربیت بهتری میشن، کارهای بهتری هم انجام میدن. حالا در برابر اون نگاه جزمندیشی که داره از ذات صحبت میکنه، از سرنوشت و تقدیر صحبت میکنه، حالا یک نگاه دیگهی تحت عنوان تعلیم و تربیت هم وجود داره که قاعدتا وابسته به جهان مدرن هست. یعنی از اون زمانیست که ما بخوایم جهان رو دوباره ببینیم، از اون دورانی که حالا قرار هست که با تکیه به روحیه پرسشگری، نگاه نقادانه، حالا یک جهان تازه‌ای رو تصویر بکنیم، جهانی که قرار نیست پاسخهای ساده‌ای نسبت به موضوعات داشته باشه. حالا قرار هست که در باب موضوعات مختلف کنکاش بکنه، جستجو بکنه، تلاش بکنه تا در نهایت به یک پاسخ منطقی و معقولی برسه، پاسخی که بشه دربارش صحبت کرد، بشه دربارش استدلال کرد، نه اینکه همه چیز رو حواله داد به یک قدرت ماورایی، به یک ذات در آسمان ها. حالا وقتی ما با این روی کرده تازه روبرو میشیم که قاعدتا برگرفته از همون نگاه هایی است که انسان ها به مرور بهش رسیدن، با تجربه زیستی که داشتن، با نگاهی که به اطراف خودشون کردن، با بیدار کردن این احساس ها، احساس های همتای پرسشگری و نگاه نقادانه، حالا سعی کردن یه نگاه تازه‌ای رو پدید بیارن تحت عنوان تعلیم و تربیت. حالا نگاه کردن که میشه با تعلیم و تربیت انسان‌ها رو دگرگون کرد، میشه انسان‌های تازه‌ای رو پدید آورد. هرچند که این موضوع موضوع ساده و قابل لمسی است، اما در یک سالیان مدید انسان‌ها دور از این واقعیت عینی بودن. یعنی وقتی ما به زیست بشری نگاه میکنیم در طول این تاریخ مدیدی که از زیست انسانها گذشته، میبینیم که تاریخ بزرگی از خودش رو در دل همین نادانی ها سپری کرده،
نادانی هایی که در عین نادانی باورمند به دانایی بوده، یعنی همون مبحث همه چیز دانی که انسان هایی هستند که برای تمام پرسش های خطیر جهان پاسخ دارن، بدون اینکه دربارش چیزی بدونن، بدون اینکه دربارش تلاشی کرده باشن، اما به دنبال پاسخ های ساده میگردن، همتای همون پاسخ دادن به تمام ترس ها، به تمام نیاز ها، پاسخ دادن به نادانی ها و ناتوانی ها. حالا یه پاسخ بزرگی رو پیدا میکنن که میتونن با به نوعی با توسل به اون، به واسطه اون، به تمام پرسش های خودشون پاسخ بده. حالا اگر دنیا پر از تناقضات هست، حالا اگر انسان هایی هستن که کارهای عجیبی از خودشون انجام میدن، کارهای زشت و پلیدی از خودشون انجام میدن، باز یک پاسخ سریع هستش که بتونه برای تمام اینها یک سرپوشی بذاره با تکیه به ذات. اما قاعدتا این دو مبحث همواره در برابر هم قرار گرفته و اصولا تفکر انسانی از همون ابتدا درگیر نگاه به این دو موضوع بود. یعنی ما همواره در دل فلسفه روبرو میشیم با این پرسش که آیا ذات تعیین کنه در زندگی انسان ها هست و یا تعلیم؟ آیا تعلیم هست که انسان ها رو پدید میاره و تغییر میده و یا اون ذات از پیش تعیین شده ایست که انسان ها رو وارد این وادی کرده؟ خب قاعدتا نگاه سنتی و باستانی انسانی به واسطه پرسش دادن، به نوعی پاسخ دادن به پرسش ها از راه سهل خودش، خب همواره انسان ها رو به این سمت ذاتگرایی برده. اما اون نگاه تازه‌ای که قرار هست به مسائل عمیق‌تر نگاه بکنه، قاعدتاً ما رو به سمت تعلیم می‌کشونه. حالا وقتی ما در باب این باور به ذات و این تقدیرگرایی و این جزم‌اندیشی صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که یک تاریخ طولانی درگیر این نگاه بوده. نه تنها یک تاریخ طولانی و مدیدی که ازش گذشته، حتی امروز هم در جای جای جهان می‌بینیم که خیلی از باورها و اعتقادها باز هم به همین نوع از نگاه باورمند هستن، باز هم سعی میکنن تمام پرسش های خودشون رو با همین پاسخ های سریع و آسان و سهل جوابگو باشن. باز هم مواجه میشیم که حاضر به تفکر در باب مسائل نیستن، خیلی ساده از کنار موضوعات میگذرن و برای تمام پرسش های سنگین و بزرگ خودشون، پرسش های فلسفی خودشون، یک پاسخ ساده ای رو دارن. اما باید به جهان نوع دیگری نگاه کرد. باید جهان رو آنگونه که هست به نوعی بهش نگاه کرد. من بارها در قسمت‌های مختلف فیرامون این حقیقت و واقعیت صحبت کردم که ما باید یک حد فاصلی میان حقیقت و واقعیت قائل بشیم. بارها و بارها در جاهای مختلف سعی شده این واقعیت و حقیقت رو به نوعی به هم گره بزنه. اما موضوع مهم این هستش که واقعیت اون چیز عینی است که ما میتونیم ببینیم و حقیقت اون چیزی است که انسان‌ها بهش باورمندند. هیچ وقت ما نمیتونیم یک حقیقت مشخصی رو داشته باشیم تا به همه انسان‌ها به نوعی از اون بخوریم، اون نسخه رو تجویز بکنیم برای حقیقت همه انسان‌ها. انسان‌ها وابسته به باوری که دارند حقیقت دنیا رو جور دیگه‌ای تعبیر می‌کنند. حقیقتی که گاهن با واقعیت دنیا در تضاد هست. گاهن روبرو میشیم که هر کسی با هر باور مشخصی که داره، حقیقت خودش رو حقیقت غایی و درست جهان میدونه. حقیقت خودش رو واقعیت جهان تصویر میکنه. و هر چیزی فرای اون، حتی اگر واقعیت عینی جهان باشه رو هم باطل میدونه. و موضوع دقیقا سر همین واقعیت و حقیقت هست. گاهن اینقدر این حقیقت در ذهن این افراد قدرتمند و محکم میشه که حتی دیگه حاضر نیستند واقعیات جهان رو هم ببینن. از این رو هست که صحبت میکنم باید جهان رو به نوع دیگری دید. منظور این هست که جهان رو به صورت واقع خودش دید، واقعیتی که در جهان وجود داره. اینکه شما وقتی به جهان پیرامون خودتون نگاه میکنید، کشورهای مختلف در جهان، حالا میبینید تفاوت میان آدم ها. یعنی شما اگر یک کشوری رو در جهان از کشورهای مثلا حوزه اسکاندیناوی رو معیار و ملاک برای خودتون قرار بدی، مثلا یک کشوری مثل کشور سوئد، حالا شما این کشور رو ملاک قرار میدید، در برابرش یک کشوری مثل مثلا پاکستان رو حالا میارید در این حد قیاس،
حالا اون جواب ساده و گذرا میاد و توضیح میده که بله مردم مثلا پاکستان ذات مثلا پلیدی دارن، اینها ذات جنگجویی دارن، ذات مثلا وحشی خویی دارن، به دنبال آزمندی هستن، به واسطه همین هم هستش که این کشور رو به این شرایط کشوندن. همون نگاه هایی که میبینید دیگه، یعنی در بین مردم و عوام خیلی هم جاری و ساری است، خیلی ساده مردم رو به واسطه نژادی که دارن، به واسطه کشوری که متولد شدن نفی میکنن یا حتی جذب میکنن. از اون سمت شما مواجه میشید مثلا با یک کشوری مثل سوئد. حالا این کشور کشوری است که سالیان زیادی است که وارد هیچ جنگی نشده، مردمش در یک شرایط نرمالی دارن زندگی میکنن، زندگی آرامی دارن، از خیلی از رفتارهایی که ما در خاورمیانه ازش رنج میبریم رنج نمیبرن، خیلی از رفتارهای وحشیگرایانه‌ای که داره در این سمت اتفاق میفته رو اونها انجام نمیدن، کارهای غیرعادی که مثلا مثل انتحاری کردن، آیا در میان مردم سوئد همچی چیزی رو میبینیم؟ مگر اینکه اون فرد واقعا بیمار روانی باشه و مشکل روانی داشته باشه، اما در شرایط عادی ما همچین چیزی رو در بین اونها نمیبینیم. اما در میان مردم مثلا پاکستان یا افغانستان یا کشورهای دیگه از این دست میبینیم که خیلی زیاد این اتفاقها میفته. حال خیلی ساده با یک نگاه گذرا نسبت به این مسئله میبینید که یک عوام بزرگی وجود دارند که این رو متصل به ذات این آدم ها میدونن. اصولا اون نگاه های نجات پرستانه هم از همینجا آغاز میشه. حالا به واسطه یک رفتار جمعی که در میان این مردم بیشتر وجود داره، اینها ترد میشن، اینها به واسطه اون نژادیست که دارن و به واسطه اون ذاتیست که باهاش درگیر هست. اما واقعیت دنیا که به شما این رو نمیگه، واقعیت دنیا به شما این رو میگه که حالا باید بیاین قیاس بکنید المانهایی که مردم سوئد رو تبدیل به مردم سوئد کرده با المانهایی که مردم پاکستان رو مبدل به مردم پاکستان کرده. تعالیمی که این مردم دارن میبینن، تصاویری که این مردم دارن میبینن، حالا وقتی این دو موضوع رو با هم قیاس بکنید، حالا وقتی نگاه بکنید که چگونه مدارس حقانیه نمیدونم مذهبی تو کشور پاکستان داره بیداد میکنه و از دل همین مدارس دینی و مذهبی است که گروه های مختلفی مثل طالبان و نمیدونم القاعده و اینها سر برمیارن، داعشان از دل همین ها تولید میشن به واسطه تعالیمی که دیده. از اون سمت شما مواجه هستید با یک آموزش آزاد، حالا شما مواجه هستید با دانشی که داره به دور از این نگاه های مذهبی به این مردم داده میشه. حالا شما نگاه میکنید تعالیمی که در اون کشور داره به مردم داده میشه چگونه هست، تعالیمی که در این کشور داده میشه چیست، هنری که در اون کشور پدید اومده داره چه هنری رو و چه فرهنگی رو با مردم درمیون میذاره و در کشورهایی از این دست چه هنری داره به مردم خوران نمیشه. صدا و سیما، دانشگاه ها، مدارس، آموزش و پرورش، تمام نکاتی که میتونه روی تعلیم مردم تاثیرگذار باشه، تصاویری که مردم باهاش درگیر هستن و میبینن. شما سالیان مدیدی است که دیگه در مثلا سوئد مواجه نمیشید با شلاق زدن مردم در خیابان، مواجه نمیشید با اعدام کردن انسان‌ها در خیابان، مواجه نمیشید با صحنه‌های وحشیانه و وحشی صفتانه‌ای که اتفاق میفته. حالا این سمت شما در پاکستان و افغانستان روبرو میشید با سنگسار کردن، اعدام کردن، شلاق زدن، قربانی کردن، حیوانات و کافران رو به خاری کشتن و هزاران رفتار وحشی خویانه‌ای که اتفاق میفته. حالا ثمره این تعالیم چیست؟ آیا میشه چیز دیگه ای از اون مردم پاکستان انتظار داشت؟ آیا حالا میشه این رو به ذات مردم مثلا پاکستان یا مردم فلان کشور نسبت داد؟ این اون واقعیتی است که چشما برش بسته میشه. حالا اونجایی که مردم به دنبال پاسخ ساده هستن، میتونن خیلی راحت با همون نگاه جزمندیش خودشون بیان و این مردم رو به واسطه ذات پلید و شروری که در خود دارن از خودشون برونن و اینها رو هم دارای یک ذات خیر و عالی و زیبا و الهی تصویر بکنن یا هر القاب و واژگان دیگری که جایگزین میشه. موضوع ما اینجا بازی با این واژه ها نیست، اینکه شما میتونید به جای واژه روح از ذات استفاده بکنی، به جای واژه الهی از انسانی استفاده بکنی،
درگیری این کلمات و واژگان نیست. درگیری اون نگاه جزمندیشیست که حالا همه چیز رو در این ذات خلاصه میکنه. قرار هست که دست تلاشگر قطع بشه. قرار هست که همه به سمت و سوی انفعال کشانده بشن. قرار هست که دور از دنیای واقع اون حقیقت مدام در تکرار خورانده بشه. حالا مردمی هستن که این حقیقت رو به واسطه تکرار کردن بیش از حدش مبدل به واقعیت دنیا کردن. حالا حتی اگر بخوان مثال هم بزنن، از همین مثال استفاده میکنن، چرا که دیگه قادر به دیدن واقعیات دنیا نیستن. دنیا و دریایی در باب این تعالیم اگر صحبت هم بشه، دیگه اینا حاضر نیستن به اینها گوش بدن. حالا شما مواجه هستید با واقعیتی که در دنیا داره به شما یک موضوع مشخص رو میگه، موضوع مشخصی که قاعدتاً انسان‌ها به واسطه تعلیم هست که میتونن جهان رو دگرگون ببینند. فارغ از تمام عناوینی که دربارش بحث کردیم، حالا ما روبرو هستیم با یک دنیایی که پر از زشتی‌ها و پلیدی‌هاست. میدونیم که جهان جهان زشتی‌هاست، اتفاقات بی‌شماری درش میفته. چه ظلمهایی که در جهان وجود داره به واسطه وجودیت جهان، به واسطه نیازهایی که در جانداران وجود داره، و چه زشتیهای بی انتهایی که به واسطه انسانها داره اتفاق میفته. حالا ما با این واقعیت دنیا روبرو هستیم. موضوع مهم این هستش که چگونه این واقعیت رو میشه تغییر داد؟ آیا اصلا باوری به تغییر وجود داره؟ آیا قرار هست این دنیا رو ما تغییر بدیم؟ یا قرار هست تا زمانی که انسان در جهان زیست میکنه همین گونه زندگی رو در ظلمت به پیش ببره؟ حال نقطه اصلی دقیقاً در دل همین سوال نهفته شده. اینکه آیا ما باورمند به تغییر شرایط هستیم یا میخوایم در همین شرایط زندگیمون رو سپری بکنیم؟ اصولاً وقتی شما با مبحث ذات روبرو بشید، قاعدتاً نمیتونید باورمند به تغییر باشید. تغییری در میان نخواهد. هرچه هست از کمی پیشتر نوشته شده و غیر قابل عدول هست. شما جهانی رو تصویر میکنی که درون اون انسانها با ذاتی مشخص به دنیا آمدن، تقدیر و سرنوشتی براشون مشخص شده و حالا دنیا همین چیزی که هست خواهد بدون هیچ تغییر. و اونجاست که اگر باورمند به تغییر در جهان باشید، باید به ارزش تعلیم و تربیت هم باورمند باشید. اون چیزی که جهان هم به ما ثابت کرده، واقعیت دنیا هم به ما ثابت کرده. اما فارغ از اون واقعیت و حقیقتی که جهان به ما ثابت کرده، فارغ از این باوری که ما در خود برای تغییر داریم و این ایمانی که برای تغییر دیگران و تغییر جهان داریم، ما رو به همین سمت و سو میکشونه که راهی به جز باورمندی به تعلیم و تربیت نخواهد بود. قاعدتا جهانی پر از زشتی ها و ظلمت ها. این جهان پر از زشتی و ظلمت با تغییر انسان‌ها تغییر خواهد کرد. یعنی اگر انسان‌ها تغییر بکنن، ما میتونیم جهان تازه‌ای رو پدید بیاریم به واسطه تغییری که در دل انسان‌ها شکل گرفت. اگر باور به ذات در میان باشه، خب قاعدتاً انسان‌ها دیگه تغییری نخواهند کرد. ذاتی از کمی پیشتر برای اونها تعریف شده و انسان‌ها به واسطه ذاتی که براشون تعریف شده رفتارهاشون رو به پیش می‌برن. و دیگه راه چاره‌ای برای عملیات انسان ها نیست، برای تغییر در وجود انسان ها نیست. اما اون چیزی که واقعیت دنیا به ما نشون میده، تغییر کردن انسان ها در طول این سالیان متمادی هست. ما مواجه میشیم با مردمی که هنوز در اون تعالیم پوسیده هزاران ساله زندگی میکنند و با فرهنگی بیمار هنوز هم در پی همین وحشی خویی ها هستن. یک مثالی رو من در قسمت های مختلفی که در برنامه به نام جان داشتم زدم. اینکه خیلی ها صحبت از این میکنند که بله، مثلا دولت آمریکا طالبان و داعش و اینها رو پدید آورد. ما بر فرض اینها هم موضوع رو به پیش میبریم و میگیم کاملا حرفاشون درست است. اونها سند و مدرکی رو به ما ارائه میدن و ما قبول میکنیم که تمامی این گروه ها رو هم همین آمریکا پدید آورد. اما آیا مردمان این کشور پتانسیل به وجود آوردن این گروه رو داشتن یا نه؟ یعنی اگر امروز آمریکا تصمیم بگیره در سوئد گروه داعش رو پدید بیاره، آیا موفق به این کار میشه؟
آیا میتونه در سوئیس و سوئد و نروژ و بقیه کشورهای حوزه اسکاندیناوی یه گروهی شبیه به داعش و طالبان و القاعده پدید بیاره؟ پس پتانسیلی در دل این مردمان هست که به واسطه همون تعالیم هزاران ساله پوسیده است که حالا میتونه از دلش گروهی مثل طالبان و داعش رو هم پدید بیاره. این همون نقطه ایست که داره جهان به ما واقعیت خودش رو ارائه میده، واقعیتی که میگه انسان‌ها به واسطه تعالیمشون هست که این گونه شده. مردمانی که در تبت زندگی میکنن، مردمان بودای جهان، آیا متفاوت و متمایز از مردمان دیگر کشورها است؟ ما مواجه میشیم با کشورهایی که بدترین و وحشیانه ترین رفتارها رو با حیوانات دارن، بدترین آزارها توشون اتفاق میفته، و در برابرش مثلا مردمان تبت رو میبینیم و مردمان بودایی رو میبینیم که حالا رفتار درست و معقولانه رو نسبت به حیوانها اتخاذ میکنن. آیا این مردم مردمی هستند که به ذات مردمی مهربان بودند یا به واسطه تعالیمی است که دیدن؟ پس این اون واقعیت ابتدایی جهان هست که داره با ما در میون میذاره که واقعیت دنیا بر پایه تعلیم هست. انسان‌ها به واسطه این تعالیم میتونن تغییر پیدا بکنن. فرای اون باوری است که ما و میلی است که ما نسبت به تغییر داریم. ذاتی که قرار هست انسان‌ها رو به انفعال و سکوت بکشونه. قرار هست انسان‌ها رو تسلیم در برابر یک تقدیر از پیش نوشته شده قرار بده. قرار هست انسان‌ها قبول بکنند که همه چیز در همین ذات خلاصه شده. پس قاعدتاً گهگاه اگر ذهن ما به سمتی کشانده بشه که چیزی رو ببینیم که مو وابسته به ذات هست، باز هم باید با به نوعی شمشیر تعلیم در میدان باشیم. باز هم باید ایمان و باور رو به سمت تعلیم ببریم که باز هم میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. چرا که اگر افرادی در جهان هستن که باورمند به تغییر هستن، باید از همین دروازه های تعلیم دنیا رو به پیش ببرن. حالا باید به واسطه تعالیمی که میتونن از طریق آموزش و پرورش، از طریق فرهنگ و هنر به مردم ارائه بدن و مردم رو تغییر بدن. قاعدتا وقتی ما ایمان به این راه تغییر داشته باشیم، حالا میدونیم که تنها دریچه ما برای دگرگونی جهان دگرگونی انسان هاست و دگرگونی انسان ها هم هیچ راهی به جز تعلیم و تربیت نخواهد داشت و اینجاست که ما باید ارزش تعلیم رو بستاییم و بدونیم که تنها راه نجات جامعه و جهان از این شرایط اسفناک قاعدتا تعلیم و تربیت است. اینجا اون نقطه ایست که ما میفهمیم که حتی اگر ذاتی هم در جهان وجود داشته باشه، باز هم قابل وقع نیست، باز هم نباید بهش ارزش و اعتباری گذاشت، باز هم نباید در راستای اون گامی برداشت. پس فارغ از اون واقعیتی که حتی در دل ذات و تعلیم هم وجود داشته باشه، حقیقتی که ما باید پدید بیاریم حقیقتی است که ایمان به تعلیم برای ما تصویر میکنه، که ما باید باورمند به این تعلیم باشیم تا جهان رو دگرگون بکنیم. و یعنی چیزی در دل ذات وجود نداره مگر سکون و سکوت، مگر خاموشی، مگر در جا ماندن، مگر در برابر قضا و قدر بندگی و بردگی کردن، مگر سر سجود رو فرود آوردن در برابر تقدیر از پیش نوشته شده، در برابر ظلمت ها و نیازهای در این جهان. پس قاعدتا تعلیم تنها راه برون رفت انسانی از این مشکلات عدیده و بزرگ است. قاعدتا از نگاه فلسفی میشه ساعتها در باب ذات و تعلیم صحبت کردیم، پرسش فلسفی که سالیان سال هم انسانها باش درگیر بودن و پاسخهای متفاوت و متناقضی هم نسبت بهش داده. اما باز هم نگاه اصلی در دل این سوال، سوال ذات و تعلیم باوری است که ما باید پدید بیاریم و اون هم میل به تغییر هست. اصولا میل به تغییر هست که باید پاسخگوی ما در برابر تمام پرسش‌های فلسفی اون باشه. یعنی قرار هست که ما در نهایت به واسطه تمام تفکر و تعقلی که می‌کنیم به یک راهی برای برون رفت از این مشکلات اسفناک بشیم. حالا این مشکلات در سطح ایران و جامعه ایران هست و یا در سطح جهانی و مشکلاتی که در جهان وجود داره. قاعدتا میشه ساعتها در باب این مسئله صحبت کرد. موضوع ذات و تعلیم قاعدتا یکی از اون مباحث مهمی است که در آتی هم ما دربارش به اشکال مختلف، حالا شده با مزامین مختلف و یا مثالهای مختلف هم صحبت خواهیم کرد. اما در این قسمت مشخص
سعی کردیم که یک کلیاتی رو مطرح بکنیم و اون نگاه و ایمان خودمون رو پیرامون مبحث تعلیم داشته باشیم، هرچند که در قسمت‌های گذشته هم پیرامون تعلیم صحبت کرده بودیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه به نام جان نمیشه. پیش از این که من بخوام برنامه به نام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآورد. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.